به نام پروردگار یکتا و مهربان، وطندارای عزیز سلام، صبح همه شما بخیر باشه. تشکر از اینکه بیننده صبح و زندگی هستین. با اولین گزارش ما بگونه زنده خوش آمدین. ما امیل لحظه به سرک میدان هوایی کابل هستم. افتاو و بر آمده، کسایی که استراحت هستن اونا را بیدار بکنین که یک چای هم بگیرن. صبح وقت است، خدا کنه که همه تو سر حال باشن و در پهلویش امی چای صبح که آدم نگیره باز آدم تو بیشیمه می باشه. بیشیمه که بود بازه هیچ کاری از رو خوشم نمیه. متاسفانه یک خبر دیگر هم برای شما شریک بسازم. چند دقیقه پیش با بعضی از جوانایی که دیپورت شده بودن از کشور ترکیه در چهارراهی میدان هوایی صحبت میکردم. یعنی واقعا تعدادشان خیلی زیاد بود، اما خیلی مرا ناراحت ساختن. واقعا همی صحبت میکردی اصلا یک دقیقه بعد برات جواب میدادن، اینقدر سر روانشان تاثیر کرده بود که نمیدانم چه قسم برای شما بگویم. خب خداوند هیچ کس را دیپورت نکنه از یک کشورا که بسیار سخت است، تحملش بسیار زیاد سخت است. در پهلویش کسایی که با چی مشکلات رفتن یا به هر شکل که رفتن دیگه او یک بحث جداست، ولی تا اونجا خود را رسانده بودن باید اونجا برشان یک کار میشد. خوش میشیم که در وطن میان، خوش صحیح هم نیه دیگه، خوش بسیار کم. اما گپی است که وقت با این شکل دیپورت میشن میان یا رد مرز بگویم به وطنشان میان، بازی دیگه بسیار دردآور است. بر صورت موضوع دیگه طرف نره، ما میگم ای کاش هم کشور ترکیه یک چیزی بر از این جوان ها میکرد. واقعا ما امسوب یکی با گفته اون مردمایی که زیاد از اصطلاحات انگلیسی استفاده میکنن مود ما را بسیار آف کردن. به هر صورتش ما به سرک میدان به دلیل از اینجا لایف شدم، گفتم که گزارش داشته باشیم بر شما که این هم یک خبر خوش است. در پلو یک خبر ناخوش، یک خبر خوش هم بر شما دارم. از این طرف که موترا میای، موترای را که شما میبینید از این سمت، از طرف چهارراهی میدان هوایی موترا میای، میره به طرف چهارراهی شهید هنگرام قسم لب جهر و بالاخره سرای شمالی. تازه شروع کردن به دلیل از اینکه سرکا را ترمیم میکنن، یعنی در کل نه که قیرریزی بکنن جایی که مثلا تخریب شده. اینه به این شکل شما ببینین برش میشه، باز بعد از او امی این قسمت را که وسط سرک برش کردن تا یک قسمت که باز اونجا جور است پس کتش کردن. اونجا یک ماشین هم است که من نفهم که کار از اون ماشین چی است. بیایم بریم برای مسئول کمی صحبت بکنیم که چقدر وقت میشه شروع کردن و این تا کجا ادامه داره، که بسیار گپ خوب است. در گذشته در سرک میدان بسیار تیزرانی میکردادم، چون خوی سرک بسیار دور و دراز است و قدر بیربار نداره و خاطر زیادتر دریورا که موتروانی میکنن بسیار تیز میرانن موتره. با او دلیل است که باز یک جای اگر یک کمک مشکل داشته باشه باز اونمو کلان جنجال جور میکنه. بیایم که بریم به طرف مسئول. سلام، صبح شما بخیر. صد دارین، سلامت هستین، شما خوب هستین، بخیر هستین، صبحتان بخیر باشه. زنده باشین، آرام باشین. تشکر، سلامت. یک خود معرفی کنین صاحب. من انجینر عبدالرؤوف هستم، مدیر ترمیم سرکا. مدیر صاحب ترمیم سرکا شاروالی کابل. بله قربانتان، تنها از این منطقه دیگه، تنها از این سرک میدان. نه خیر، خواهیم بسته همی شار کابل هم ترمیمات شمرد. خب در کل بسیار عالی، بسیار عالی، قربانتان. مدیر صاحب چقدر وقت میشه که همی ترمیم کاری سرکا شروع شده؟ در تمام نواحی کابل است یا تنها در سرک میدان؟ تنها در کل شهر کابل است. ما زیاد جای را کار کردیم. هفته گذشته شانه سرک دیبوری پانتون کابل خلاص کردیم، سرک پانتون کابل خلاص کردیم، سرک پل چرخی را تکمیل کردیم، سرک شاید شمشیره را ما تا از مای عمل دیگه به دین سو این کار ما آغاز داره، جریان داره. بخیر باشین. امی ترمیم هم مدیر صاحب نگوین که چی میگه، یکی اونو ترمیمی هست نه که اگام جای گل پر میکنن. تو دیدین اگام جای که هیچ امکانات نباشه طرف های اطراف ها زیادتر برین یک قیل که میشه مواد او دیگه غیر فنی است. یک گل سنگ هم اندازن خیر میبینن، اگر غیر فنی هم هست اما باز کار میکنن که چکوری دقل راحت میشه بر موترات دفتن. اما ما که در سرک میدان هستیم فرش ازی خسته شد، فرش ازی از بین رفته بود. بازی رو ما خواستیم که
نظر هیئت فنی شد که ما باید یک 4-5 سانتی روار داریم دوباره اسفالت کنیم تا می برام شهر ما راحت موترات تیر بیر شود که برشان آسایش پیدا شد. قربان تشکر. مدیر صاحب اینجا یک ماشین است که فعلا کارش توقف است. میخواین نو روشنش بکنن؟ بله، این آماده به فعالیت میشه. این ماشین ورجن است، میلنگ است. این فرش سرک میلنگ میکنه و میور داره مواد از این پس دوباره به خود سرک استفاده میشه، کار میشه. بله. یعنی که گپی است که وقتی ایره میور داره خودش همزمان باز دیگه کار میکنه. چند کار میکنه؟ این ماشین صرف وظیفش برداشتن فرش اسفالتی سرک است. بازی مواد از ایره میوردن پس دوباره گدام میکنه، بازی به بیس کورس و به خود بدنه سرک در ترکیب اسفالت پس دوباره استفاده میشه. بله. بسیار زیاد تشکر. ماشین داخلی است، خارجی است؟ این ماشین جرمنی است که بانک جهانی 2 سال پیش برای شهرواله کابل خریداری کرده و 3 پایه است. یکیش فعلا در قندار فعالیت میکنه رفته، یعنی 2 دانش در داخل شهر فعالیت میکنه. بله. خیر ببینید مهندس صاحب، از این دو ماشین است یا 3 ماشین که بانک جهانی خریده برای ما؟ سه پای ماشین خریداری کردن، کلانتر شمی است. این کمپانی ورجن جرمنی است. کارش هم استاندارد است. کار از بخی به حساب استاندارد پیش میره. بله. بسیار تشکر. یک چیز دیگر هم میخواهیم که بریم نمتاستاست او طرف. ما پیشتر بر شما گفتم که اینمی تا قسمت که سرک تخریب شده یا گفته مدیر صاحب خسته شده یا فرسوده شده بود تا اون قسمت، مثلا تا این قسمت یک برش از باز از این قسمت کتش کردن تا این قسمت. بله. اینی ساعت کلان از کلش میور داریم و جایی که درست است دیگه او رو میمانیم، بازی کرکسیلنگ میکنیم، درزای خوردش کرکسیلنگ میکنیم که سرک برای چند سال عمر کنه باز دوباره. اونو قسمت هم در قبلا امو اصطلاحی را که شما بردین اما تو شده اونو قسمت او شده بود، اما کار خود 5 سال از سرش تیر شده، اون وظیفه خود انجام داده دیگه، کار داده. این حال ما به خاطر که زیاد پروژام غیر اقتصادی نیاید، ما اونمو قسمت صرف همو قسمت هم میبردارم دوباره اسفالت میکنیم. کاری سرک تا کدام قسمت هست؟ تا کدام قسمت جریان داره؟ ما داریم که تا چارای شهیده به حساب همی فرش که خراب شده، کرکای الیگاتور یا پیدا کرده ایر از برداریم دوباره پس اسفالتش کنیم. تا چارای شهید. بله. بعد از او هم دیگه ترمیم سرکا ادامه داره. در سطح شهر کابل ترمیمات ادامه داشته. ما بعض ساعت زیاد ترمیم هم کردیم، شاید شما شاهدش باشین که سرک پل چرخی، سرک بگرامی، سرک پانتون کابل، شانه سرک دیبوریس، شانه سرک دارمعلمین، این ما دمی هفته پیش خلاص کردیم. بله. تنها این طرف سرک هم نیست مدیر صاحب، دو طرف سرک گفتن؟ بله، دو طرف هست. او قسمت هم برش کرده؟ بله، برش شده. بله. همین کار دوام داره سرالی سرک. یک خوبی دیگر هم دیدم که در پهلوی ترمیم سرک ها در این قسم چی میگن ایره؟ کربستون میگم. ایره ما پلر یا کربستون سرک میگم که از گلدان و بغل جوچک نصب است، یا هم جایش که به ترمیم ضرورت داره تعویزش میکنه. خیر ببینیم. اینی جایی که قبلا یا موتر زده؟ بله، یا موتر زده یا از اثر باران و سرما از بین رفته، ایره ما دوباره تعویض میکنیم که به شکل اولش بیه. خیر باشی مدیر صاحب، بسیار زیاد تشکر. دمی وقتا باور کو امی ساخت ساز و این امی خوبی ها و بازسازی ها را که در وطن ما میبینیم بسیار خوش میشیم. اما باز یک چیز دیگه است که ما باید درست باز نگاه در قسمت نگهداریش، در قسمت هم فرهنگ شهرنشینی که باید اون چی که اصول است باید همون رقم باشه. اصلا مشکل دینه میست که باید برف خود مردم در روی سرک نندازن. اینمی برف زمستان جمعواری آب سرک خراب میسازه، موترهای تناژ بلند سرک آسیب میرسانه، نمی و از مال بیت المال است. باید دی توجه همشهری های خود میخواییم که ما دمی سرک برف اندازن، موترهایی که ازد مجاز اضافه بار میکنه نمی سرک خراب میسه. اگه جلوگیری شه و سرک های ما و شما به شکل راحت مستر و انوار میمانه و برای خدمتگذاری عیار میشه. خلاص جناب مدیر صاحب، بخش ترمیم سرک ها
از شاروالی کابل هستن. امروز من ایدان که چطور به صحاب آمده این خودتان؟ ما دمی سه روز چهار روز امی سرک یک ذره مشکل زیاد بود، با مکمل تا ختم کار دمی سرک هستم. اگر شما اینجا نباید باشین دیگه، باید ما در پلان گذاری کنیم به دفتر باشه، باز امی ضرورت است، بخش ما فنیست، ما معمولا در صحاب می باشه. یکان وقت میشین مهندس میگفتن مدیریت از پشت میز نمیشه. ما چون همین راست است، کار فنی مدیریت در خود صحاب میشه. کار فنی مدیریت در خود صحاب میشه. هر چقدر که در صحاب باشه راست مدیریت بهتر انجام و خدمتگذاری بر همشهریان میشه. تشکر. یک چیز دیگه هم که پیشتر خودتان هم گفتین که همین برف و باران اینا سرک میتونه که خیلی خراب بکنه. امی دمی قسمت اوروی از این سرک ها یک فکر شده نشده؟ اوه مایل سرک در ساخت و ساز مد نظر گرفته میشه، اما در مرور زمان خصوصا این سرک اضافه از 15-16 سال شده که ساخت و ساز شده. یک سرک عمر از این اضافه از 10 سال بیشتر نمی باشد. در این توناژ بلند یا باید یه منتننس و حفظ مراقبت شوه. این میشه که باز از سر لود زیادی از مایل خود از دست بده، بازم به حفظ مراقبت که به صورت بگیره انشاءالله مایلش دوباره پس آبریزش و مد نظر گرفته میشه. این گپ مهمه که پرسان کردم و دیگه ای که همین کنترل موتورای توناژ بلنده گفتین. بله. سابق یک قسم موانعی بود، تا جای موانعی ها مال پس شده، تا جای از این موتورای کلانه. حالا اون روز یک نفر گفت بیادر حالا بیخی بیغمیز دیگه. بله. سابق یک قانون از اقل بود کمی ده بجه و نود بجه شو موتورهای کلان در یک مسیر مشخص میگفتن که باید برن رفت آمد کنن، اما حالا مثلا 5 بجه صبح 4 دیگر شب وقت نا وقت میبینیم یکان تا موتورهای طرف برالاوی از اینکه یکم بیری بارک و جنجال خلق میکنه در پلوش، باز میتونه که این توناژش اگه بلند باشه سرک هم خراب کنه. اصلا خب قانون ده ای است که موتورهای توناژ بلند بعد از 10 بجه شب به توناژ مطابق سرک باید رفت آمد کنم. متاسفانه در شهر کابل در روز روشن تیلر تیر میشه، این خلاف یکی خو ازدحام بر ترافیک به بار میه و دیگه بر همشهری های ما و شما یکی مریض داره به شفاخانه بره نیا یک مشکل ایجاد میکنن. ما تقاضای ما از اداره محترم ترافیکی است که توناژ بلند بعد از 10 بجه شب اجازه بدن که سرکا بر همشهری های ما راحت و باشه و دیگه نمانن که از حد مجاز خود یک توناژ بلند بار کنند و موتورها که این باعث خرابی سرکا نشه و یا هزینه بیت المال است، باید ما سعی و تلاش بررسی کنیم که حفظ شود می مال بیت المال حفظ شود. بسیار تشکر مهندس صاحب. کدام گفتن یک دیگه هم اگر دارین بر بلیندا. تشکر، زنده باشین. تشکر از که آمدین سایه کار ما را دیدین. تشکر میکنیم و دیگه دا امید یک سال سراسری. دلای ما پر از دو خواه از ما هم است، یک آرزوی ما هم است. زنده باشین، تشکر. بسیار تشکر. آرام باشین. خدا حافظ. با من خدا سب. با من خدا. بسیار تشکر. تشکر از شما که تا این لحظه بیننده گزارش شما بگونه زنده بخش مستقیم همین لحظه از سرک میدان هوایی کابل هستین. با امید از اینکه همه قسم کارها بیشتر شود، سرکای ما ترمیم شود، جایی که خامه است قیر شود و از این ماشین هم گفتن که چند دانه بانک جهانی خریداری کرده برای شاروالی کابل تسلیم کرده در قسمت ساخت و ساز سرک ها و در قسمت ترمیم سرک ها میتونه خیلی موثر واقع شود. عجب یک ماشین بسیار هم تو معلوم میشه از اون صدای ماشینش که بسیار نام خدا هم تو عالی است. تخصصی نمیفهم ولی بسیار نرم صداگک داره. یکان ماشین هایی که کونه میباشه با صدایش آدم چی میکنه؟ بسیار اذیت میکنه ولی صداش برای مردم اذیت کننده نیست. میریم به طرف استودیو صبح و زندگی، ادامه برنامه را با همکارانم تعقیب بکنین در داخل استودیو.